خیلی اومد یه مرثیه خونی کرده، دستاشون خیلی رو کردن. یا مثلا شهاب حسین اگه اومد یک زری زده، آقا و امام حسین امام حسن فلان بعد که اینا همه دارن میگن ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم، لچک به سری رو نمیبرستیم، لچک دختر ایرانی زن ایرانی سرش نمیذاره. پادشاه ایران تاجی گیره که سر شهبان رو گذاشت، گفت من این رو سر زن ایرانی گذاشتم. از دیربار براتون خوندم تاریخ، ما شاهان زن داشتیم، ما رو چه به صحراگردی و افکار و اندیشه های اینها. و دیگه حالا میگن خانم چه دلیل میگنم فکر کنم چه دلیل ما میگنم همه فیلم رو به شما نشون ندادن، ببینید همه فیلم هست الان. اون خانم بین 4-5 تا خانم دیگه قایم شده با دوربینش داره فیلم برداری میکنه، از بچه ها فیلم میگیره، میرن میگیرنش، دوربینش هم داد میزنه، دوربینش هم میگیرن. وقت ندارم به شما نشون بدم، همه تون دیدین. یعنی اینه که بیان به شما بگن اینا قرآن آتیش دادن، پرچم امام حسین آتیش دادن، فلان کردن، اصلا توجه نکنید. آقا مگه خود علی شما، علی که مشاور عمر بود در حمله به ایران، امام علی فرزندانش در قتل عام ما دست داشتن، پدر ما رو کشتن، سیدار همه جا گذاشتن، مگر علی در جنگ با معاویه وقتی معاویه قرآن ها رو علم کرد نگفت بزنید اینها رو، اینا کاغذ پاره است، گفت بزنین اینها کاغذ پاره است. عزیز این عبازی هر کی براتون در بود بزنین تو گوشش. مهدی خزعلی دیدم ماده چه گریه زاری، یک سینمای آرتیستیه به خدا، نمیدونستم مهدی عجب گولی هیچ کدی بینا رو نخورین. شاهرخ عزیز من، خواننده برتر، کسی که بهترین ترانه ها رو خوندن این طول تاریخش، مثل استاد اکبر گلپا. استاد اکبر گلپا شامینی چه خونده؟ بعد گلپا میره آمریکا، میاد با شاهرخ یک برنامه مشترک میذاره، با شاهرخ، با خانم همیرا برنامه مشترک میذاره. گلپا عشقه، گلپا شوره. حالا شاهرخ عزیزم، از یزدان بزرگ تندرستیش رو میخوام، از تخت بیمارستان پیام برشون. من بر جمهوری خونخوار صفاک تروریست عربی اسلامی، درود من به ملت شریف و نازنین ایران، ملت شریف.